سلام به همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد مغز و ذهن حرف بزنیم. مغز چیه و کارش چیه؟ مغز انسان پیچیده ترین و حساس ترین ساختار بیولوژیکی در جهانه که بهش کائنات 1.5 کیلویی هم میگن. مغز انسان از حدود 33 بیلیون سلول عصبی تشکیل شده و میتونه دنیا رو تغییر تفسیر بکنه. هر چیزی که شما میبینین، لمس میکنین، میچشین، میشنوین و بو میکنین بدون مغز امکان نداره که شناخته و یا درک بشه. در انسان حدود 20 تا بیش از 25 درصد کالری یا همون انرژی روزانه برای مغز استفاده میشه. مغز بیشتر انرژی خودش رو از خون جذب میکنه و این سوخت رو به سرعت میسوزونه. حتی زمانی که ما خوابیم مغز بیشتر از هر عضوی از بدن اکسیژن مصرف میکنه. مغز شامل مخ، مخچه و ساقه مغزه. بیشترین حجم مغز رو دو نیمکره چپ و راست تشکیل میده که باعث میشه ما بتونیم فکر کنیم، حرف بزنیم و مسائل رو حل بکنیم. نیمکره چپ فعالیت‌های نیمه راست بدن و نیمکره راست فعالیت‌های نیمه چپ بدن رو کنترل میکنه. ولی خیلی وقتا هم با همدیگه همکاری دارن. مثلا در موقع نگاه کردن به چیزی، هر دو نیمکره به طور همزمان از همه بدن اطلاعات رو دریافت و پردازش میکنن. هر نیمکره کارهای مخصوص به خودش رو انجام میده. مثلا نیمکره چپ توانایی استدلال و ریاضیات و نیمکره راست مخ در مهارت‌های هنری تخصص و تبحر داره. بخش دیگه مغز ساقه مغزه که مخ و مخچه رو به نخا متصل میکنه. ساقه مغز شامل 3 بخشه: مغز میانی، پل مغزی و بسلان نخا که در بالای نخا قرار داره و مرکز فعالیت‌های غیر ارادی بدنه، مثل تنفس، ضربان قلب و فشار خون. مغز شامل 4 لوبه مثل فرانتال لوب، تمپورال لوب، اکسیپیتال لوب و پریتال لوب که به فارسی همون لوب پیشانی، آهیانه، گیجگاهی و لوب پس سری هستن. در هر یک از این لوب‌ها حواس مختلفی وجود داره. برای مثال لوب پیشانی یا همون فرانتال حس بویایی، لوب اکسیپیتال یا پس سری حس بینایی، لوب گیجگاهی یا همون تمپورال حس شنوایی و لوب آهیانه یا همون پریتال مرکز حواس جسمی ما مثل لامسه هستن. کار مغز کنترل سایر اندام‌های بدنه. مغز با تولید پالس‌هایی که توسط نورون‌های عصبی ایجاد میشن، فعالیت‌های ماهیچه‌ها رو که با هدایت مواد شیمیایی تراوشی که همون هورمون نام دارن بدن رو کنترل میکنه. این کنترل متمرکز سبب پاسخ سریع و هماهنگ به تغییرات محیط میشه. احساسات، خاطرات و برنامه‌های ما قابل خوندن هستند و کدهای مخصوص به خودشون رو دارن، اما هنوز کسی نمیدونه و نمیتونه این کدها و رمزها رو بخونه و بفهمه و برای فهمیدن این رمزها باید این کدها باز بشن. اولین کسی که فهمید مغز پالس الکتریکی تولید میکنه آقای گالوانی بود که حدود 200 سال قبل توی آزمایشگاه خودش متوجه شد که وقتی عصب‌های حرکتی پای قورباغه در ارتباط با یک منبع الکتریکی قرار می‌گیره، به آرومی تکون می‌خوره. توسط این کشف از اون موقع تا به امروز میشه گفت انقلابی توی شناخت و کارایی مغز ایجاد شد که ما قادریم از این جریانات الکتریکی عکس برداری کنیم، اونها رو ضبط بکنیم و یا حتی بتونیم جریانات انرژی های مغز رو اندازه گیری بکنیم. از نظر فلسفی اون چه که مغز رو متمایز از بقیه اندام ها میکنه ایجاد ارتباط فیزیکی بین بدن و ذهنه و همه میدونیم که مغز این ارتباط فیزیکی رو با ذهن برقرار میکنه. نه قلب و نه هیچ جای دیگه از بدن این کار نمیتونه انجام بده، ولی هیچ کس نمیدونه که دقیقاً کدوم قسمت در مغزه که این کار رو انجام میده. حالا ذهن یا عقل چیه که نباید با مغز اشتباه گرفته بشه؟ مغز انسان قسمت فیزیکیه و ذهن قسمت محتواییه. ذهن مجموعه ای از توانایی های فکریه که شامل هوشیاری، تصورات، ادراک، تفکر، قضاوت، زبان و حافظه میشه و معمولاً
اون رو وجود توانایی هوشیار بودن و اندیشه تعریف میکنن. ذهن قدرت تصور، تشخیص، تصمیم گیری و قدردانی کردن رو در بر میگیره و مسئولیت پردازش احساسات و عواطف رو بر عهده داره که منجر به عمل کرد و نوع رفتار انسان میشه. در واقع ذهن چیزی نیست که یک جای مشخصی بشینه و کار خاصی رو انجام بده. ذهن کلمه خیلی کلیه و نمیشه ابعاد مختلفش رو به درستی و کامل توضیح داد. یوگا یک ورزش جسمی و ذهنیه که در هند توسط هندوها به وجود اومد. هیچ کس نمیدونه که چه شخصی و دقیقاً چطوری این ورزش رو به وجود آورد. واژه یوگا در اصل از واژه UGE که در زبان سانسکریت یا همون زبان باستانی و زبان دینی و مذاهب هندی هست به معنی یک پارچه سازی و یگانگیه. از طرف دیگه یوگا به معنای کنترل کردنه و میتونیم اون رو علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای ذهن به منظور تسلط همه جانبه بر توان بالقوه خودمون بدونیم. در حقیقت یوگا علم نظاره خود و خودشناسیه. در فرهنگ یوگی اصلا ذهن وجود نداره. اونا معتقدن ما دو تا بدن داریم، بدن فیزیکی و بدن روانی، که بدن روانی مجموعه مشخص از حافظه و هوشه. در برنامه های قبل گفتیم که تک تک سلول های بدن ما کاملا هوشمندن و دارای حافظن و از میلیون ها سال قبل تا به حال دارن نسبت به داده ها و اطلاعاتی که در اختیار دارن کارشون رو بهترین حالت انجام میدن. حافظه ای که حتی نمیتونیم تصورش بکنیم. مسلماً شما مادر بزرگتون رو نمیشناسیم و حتی اسمی هم ازش نمیدونیم، درسته؟ ولی خیلی جالبه که الان من بهتون بگم که بینی اون الان روی صورت شما قرار داره. ما خیلی چیزها رو آگاهانه به خاطر نمیاریم، ولی بدن ما 100%شون رو به خاطر میارن که حتی 1,000,000 سال قبل اجداد ما چه شکلی بودن. در صورتی که اگرچه ذهن ما خصوصیت‌ها و قدرت‌های دیگه‌ای رو داره، ولی از این قاعده مستثناست و چنین خصوصیتی رو نداره. بدن ما 1,000,000,000,000 بار بیشتر حافظه و قدرت یادآوری گذشته رو نسبت به ذهن داره. البته اینو هم باید اینجا اضافه بکنم که درصد کمی از مردم هم در این عصر، در عصر ما دارن زندگی میکنن که زندگی یا زندگی‌های گذشته‌شون رو کاملا دقیق و با جزئیات به خاطر میارن. به این چرخه برگشت به زندگی، رینکارنیشن یا تناسخ هم میگن. زندگی این انسان‌ها و بازگویی مشخصات دقیق محل زندگی‌های قبلیشون، پدر و مادرشون، همسرانشون و یا فرزندانشون در 3 یا 4 زندگی گذشته توجه بسیاری از پزشکان، روانشناسان، مورخان و محققان رو به خودش جلب کرده و سعی می‌کنم در آینده حتما یک بخش رو به تناسخ اختصاص بدم و بیشتر در موردش حرف بزنیم. مفهوم ذهن توأم با تخیل هم هست. برای همین تو زبان‌های مختلف به اشکال گوناگونی تصور و تعریف شده. معادل کلمه ذهن در بودیسم کلمه چیتاست که شامل طیف وسیعی از معانی میشه، که شامل ادراکیه که از خودمون داریم، مثل تفکر کلامی و انتزاعی، احساسات مختلف مثل شادی و اندوه، توجه و تمرکز، هوش و غیره. در واقع چیتا به همه فعالیت‌های ذهنی اشاره داره. یکی از موضوعات خیلی مهمی که اینجا پیش میاد ارتباط ذهن و جسمه. هم علم پزشکی و هم روانشناسی هر دو به این نقطه مشترک رسیدن که باور دارن اگر رابطه و عمل کرده ذهن و بدن در تعادل و تعامل باشه، هم جسم و هم ذهن زندگی سالمتری رو تجربه خواهند کرد. فکرهای ما پالس‌های انرژی هستن که حرکت میکنن. یعنی من اگر الان بخوام از این صندلی بلند بشم، این فکر 2 تا جزء داره، یعنی انرژی و اطلاعات. مغز من به صورت انرژی جریانی رو به بدنم میفرسته و باعث میشه که من اون کار رو انجام بدم. هر جا انرژی هست، اطلاعاتم هست و هر جا اطلاعات هست، هوشی وجود داره
که فعالیت ها رو سازماندهی میکنه که بهش میگیم روان، سول یا کلمه عربیش که میشه روح. به طور کلی روانشناسی فوکوس و توجهش روی روح و روان انسانه، نه چیز دیگه. تعریف دیگه روانشناسی اینه که در یک جای مبهمی بین ذهن و بدن قرار داره و سعی میکنه که این کانکشن و یا این ارتباط بین ذهن و بدن رو به بهترین شکل مدیریت بکنه که فرد زندگی سالمتر و با کیفیت تری رو تجربه بکنه. چون روانشناسی باور داره و نشون داده که هر چقدر ارتباط خوبی بین ذهن و بدن برقرار باشه، انسان زندگی شادتر و لذت بخشتری رو تجربه میکنه و برعکس. هرچه این ارتباط داره کشمکش و ناسازگاری باشه، انواع و اقسام بیماری های جسمی و روانی سراغ اون انسان خواهد اومد. بشنو از دل نکته های بی سخن، وانچه اندر فهم ناید فهم کن. در دل چون سنگ مردم آتشی است، کو بسوزد پرده را از بیخوبان. چون بسوزد پرده دریابد تمام قصه های خضر و علم مندادان. در میان جان دل پیدا شود صورت نو نو از آن عشق کهان. چون بخوانی وزها خورشید بین، کان زر بین چون بخوانی لم یکان. بشنو از دل نکته های بی سخن، وانچه اندر فهم ناید فهم کن. درس امروز مولانا برای ما اینه که میگه انرژی زندگی، زیبایی، آرامش، شعور، هوش و خرد همه بی صدا هستن و هیچ صدایی ندارن و در عین سکوت حرفهای زیادی برای گفتن دارن، ولی در مقابل ذهن ماست که محل سر و صدا، حرف و قضاوت و سرزنش و شکایت و زیاد خواهی و غر زدنه و یک لحظه هم متوقف نمیشه. چون ما همیشه در این سر و صدا و شلوغی هستیم، فکر میکنیم که هوشیاریم و باید همین جوری باشه زندگی، ولی اصلا اینطوری نیست. وقتی نفهمیم که مثل یک پر اسیر دست باد فکریم، هوشیار نیستیم. و وقتی این سر و صداها رو ندیده بگیریم و بفهمیم که اینها در اصل ما رو توی خواب فکر و توی مدهوشی میبرن و اونجا نگهمون میدارن، اون موقع است که آگاهی ذاتی خودش در ما ظهور میکنه و پدیدار میشه. مولانا میگه زمانی که ما فقط هوشیاری جسمی داشته باشیم و فقط جسممون رو ببینیم، قطعا دوچار مشکل میشیم. و همچنین هر وقت هم که فقط توی ذهن بخوایم فرو بریم، اون موقع هم گرفتار دردمندیم. دقیقا همین چیزی که روانشناسی میگه. میگه انرژی، خرد، هوشیاری، متافیزیک یا فراروان، اینها در فهم نمی گنجن و در اصل تمام رمز و رازهای جهان در همین چیزها هست که نهفته هستن. میگه به اونها سعی کن بیشتر توجه بکنی که اصل کاریا اینا هستن. در دل چون سنگ مردم آتشی است. میگه بیشتر مردم دلشون مثل سنگ سخت شده و اصلا حرکات و رفتارشون شبیه انسان نیست. چرا؟ چون ذهن و فکرشون اونها رو کنترل میکنه. اونها شدن برده تخیل و توهم و شدن برده ایگوشون. و چون فقط با چشم و گوش و دهن زندگی میکنن، به خاطر همین هست که جنسیت، دین کسی، چهره کسی، خانواده کسی باعث میشه که اونها ازشون متنفر بشن، حسادت کنن، قضاوت کنن، رقابت بکنن و میخوان دیگری حتی سر به تنش نباشه و فقط اونها وجود داشته باشن. چرا؟ چون خودشون رو مرکز عالم نظر کرده و خاص میدونن. چون از جنس جسم شدن و همه چیز رو با چشم و با جسمشون مقایسه و حساب کتاب میکنن. اونا هر لحظه دارن فضای عظیم درونشون رو مسدود میکنن. مثل رودخونه‌ای که شما بخواید سنگهای بزرگی توش بندازید و اون رو ببندید، اون رودخونه یا جریان آب دیگه به دریا نمیرسه. و میگه در دل سنگ مردم آتیشیه. یعنی چی؟ در مثل و در جهان مادی خورشید خیلی شبیه خداست و به خاطر همین که دارای بیشترین انرژی و حیات و نور و گرماست و باعث زندگیه، بیشتر تشبیهش میکنن. مولانا میگه درون همه ما ذره از این آتش خورشید وجود داره.
فوتون یک ذره بنیادیه که به عنوان واحد کوانتومی نور یا تابشه. این ذره از خورشید جدا میشه و به ما میرسه و به خاطر همینه که تمام جنبندگان و غیر جنبندگان وجود دارن. به خاطر همین ذره ما میتونیم اطرافمون رو ببینیم و میگه حتی در وجود همه اونهایی که خودشون سنگ یا تبدیل به همون جسم شدن، اونها هم اگه هوشیار بشن و دست از تقلید و لچ کردن و ناسازگاری بردارن و از دنیای مادیشون در بیان، فضا رو باز بکنن، از درداشون جدا میشن و میتونن پرده ذهن و ایگو رو بسوزونن و از بیخ و بن نابود بکنن که باعث تولد دوباره ی هر انسانی میشه. و بعد از این چه اتفاقی میفته؟ ذره آتش و انرژی که در وجود ماست میتونه خودش رو بیان بکنه، چون خدا به اون ذره است که دسترسی داره و میگه چون بسوزد پرده دریابد تمام قصه های خضر و علم ملدان. میگه تو فکر میکنی اتفاقات و مسائل گذشته و ناملایمت های زندگی به تو شدیداً آسیب زدن و ضعیفت کردن، ولی وقتی پرده تمام این افکار بسوزه و بیفته، حقیقت معلوم میشه و تو تازه میفهمی که اصلا آسیب زدنی نبودی، ضعیف شدنی نبودی، خرد شدنی نبودی. جنس تو اصلا متفاوته. شاید جسم ما فرسوده بشه، پیر بشه، از کار افتاده بشه، ولی روان ابدا پیر نمیشه و دردی رو نمیشناسه، چون اصلا زمان و مکانی نداره. خضر کی بود؟ خضر طبق داستانه ها شاهزاده بسیار درستکاری بود که به پول و مقام توجهی نمی کرد و بیشتر دنبال حکمت بود و آخر هم به مقام پیامبری رسید. زمان طولانی رو به دنبال جاودانگی می گشت و چون تو کتاب های زیادی خونده بود که چشمه ای وجود داره که اسمش آب حیاته و اگر از اون آب بخوره عمر جاودانه پیدا می کنه و بعدش هم رفت از اون آب نوشید و جاودانه شد. علم من لدن بهش علم اعلا هم میگن. علمیه که تعلیم دادنی و آموختنی نیست و فقط از طریق مراقبه و کشف و الهام و شهود و بی واسطه توسط هر شخص به دست میاد. حالا حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که من و شما همون خضر هستیم که اگه آگاهی ناب درونمون اون رو پیدا بکنیم و از اون آگاه بشیم به جاودانگی و رهایی میرسیم. آگاهی ما همون چشمه ی حیاتی که باید بهش دست پیدا بکنیم. در میان جان و دل پیدا شود صورت نو نو از آن عشق کهان. عشق الهی عشق قدیمیه. خیلی وقته که در ما هست ولی ما باهاش بیگانه ایم و این مشکل ماست که فراموشش کردیم. اون عشق فراموش شدنی نیست، رفتنی نیست و هر وقت که بتونیم خضر بشیم اون عشق در دل و جانمون ظاهر میشه. چون بخانی وزها خورشید بین، کان زر بین چون بخانی لم یکن. وزها اسم یک سوره از قرآنه، یعنی نور روز. تو این مصرع که این سوره رو به عنوان تمثیل استفاده کرده میگه اگه تو سوره وزها رو خوندی به عنوان یک ذره خورشید، سعی کن تبدیل به اون خورشید بشی، چون ذاتش در تو هست. تو ذره خدایی و با چیز دیگه مقایسه نمیشی. لم یکن یعنی بدون که نباید و نمیتونی از جنس اجسام باشی. مهمترین چیزی که باعث تمام دردهای بشره جسمشه، چون این جسم وابستگی میاره. وابستگی به خانواده، به پول، به عشق، به سکس، به جا، به مکان، به زمان، به مواد مخدر، الکل، به غذا، دارو، لباس و خیلی چیزهای دیگه. وقتی فکر کردی فقط جسم و بدن هستی، مطمئن باش حالت خراب میشه و گرفتار و دردمند میشی. بدون جسم موقتیه و در این مراقبت ازش باید تعادل بین ذهن و جسمت رو برقرار بکنی. نه فقط غرق توی فکر بشی و نه غرق توی جسم بشی. اگه اتفاقی برات افتاد فکر نکن که آخر دنیا شده و تک و تنها افتادی. اون اتفاق رو کمرنگ ببین و زیاد بزرگش نکن. زمانی توی 4 سالگی عروسکی رو گم کردی و اون موقع اون عروسک برات بزرگترین و با ارزشترین چیز بود، ولی الان به اون اتفاق و به اون خاطره و به اون عروسک میخندی. یا تو دوره ابتدایی وقتی نمره کمی از درسی گرفتی، اون موقع تمام نگرانی و وحشتت این بود که
خانوادت بفهمن که کم شدی، ولی الان اون افکار خیلی برات کودکان است. بدون این مشکل ها موقتی هن و سعی کنید که ازشون فقط پیامی که توشون نهفته هست تا شما رو از لحاظ معنوی بالا بکشه رو بفهمید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و تا هفته بعد همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.